অত <laughs> অগ <laughs> بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان شاگردان خوب سنف نهم سلام وقتتان بخیر انشاءالله که حال همه شما عزیزان خوب باشه و درس گذشته ایتان به خوبی خوانده باشید خوب عزیزان در ده دهمین ده جلسه از مضمون بیولوژی سنف نهم هستیم ابتدا بریم و درس گذشته را یک مروری و ارزیابی داشته باشیم و بعد در مبحث قلب و سیستم گردش خون مطالب جدیدی را ما و شما یاد بگیریم خب شاگردای خوب صنف نهم امروز ما برای شما سوالات تشریحی را انتخاب کردم که با نمونه یا سوالات تشریحی هم آشنا بشیم سوال اول مویرگ چیست؟ شما باید مویرگ تعریف کنین و در تعریف خودتون حتما اشاره بکنین که رگها یعنی شریانها و وریدها زمانی که به مجاورت حجرات میرسند آنقدر شاخه شاخه میشن که دیگه با چشم دیده نمیشن و به اونها مویرگ گفته میشه سوال دوم انواع رگهای خونی را نام ببرید که شامل شریانها وریدها و چی بود ها سوال سوم وریدها و شریانها از نظر خون با یکدیگر چه تفاوتی دارد خب در دا جلسه گذشته ما و شما گفتیم که شریان ها یعنی تمام شریان ها به جز شریان ریوی خون روشن داره به خاطر حضور اکسیژن و تمام ورید ها به جز ورید ریوی خون تیره داره تیره بودن به خاطر حضور کاربون دایوکساید هست سوال چهارم مبدع و مقصد شریان و ورید در کجا هست شریان ها از قلب خارج و به همه اندام های بدن می رفت و ورید ها از اندام ها خارج و به کجا می رفت به قلب می رفت سوال پنجم کدام رگهای های خونی زخیم تر است زمانی که ساختار شریان و ورید ها در درس گذشته تشریح می کردیم گفتیم که ورید ها جدار نازکتری داره و شریان ها به خاطر که خون باید به دورترین نقاط بدن برسانه جدار زخیمتری داره که این زخیم بودن جدار شریان ها کمک میکنه به حرکت خون در دا داخل شریان ها سوال ششم پریکاردیوم چیست؟ پریکاردیوم چی بود شاگردای خوب؟ آفرین به شاگردایی که درس گذشته خوب یاد گرفتن پریکاردیوم یک پرده دو لایه یا یک پرده دو طبقه هست که در مابین از این دو لایه یک مایه قرار داره که با اطراف قلب گرفته و باعث میشه که قلب حرکاتش آسانتر صورت بگیره سوال هفتم وظیفه اصلی مویرک های خونی چیست؟ گفتیم مویرک های خونی محل اصلی تبادل مواد هست بین حجرات و مویرک های خونی پس وظیفه اصلی مویرک های خونی تبادل مواد هست. خب شاگردای خوب ما در درس گذشته خود قلب برای شما معرفی کردیم. رسیدیم به اونجایی که گفتیم یک قلب از چهار بخش تشکیل شده. حالا میریم در پای تخته تا هم ای چهار بخش نشان بدیم و هم ببینیم در های قلبی که مربوط به درس امروز ما و شما هست در کجای قلب قرار داره ما و شما گفتیم که قلب هر انسان یا قلب هر شخص به اندازه مشت بسته او هست خب قلب ما و شما چهار حفره داره که دو حفره بالا به نام دهلیز یاد میشد دهلیز راست دهلیز چپ و دو حفره پایین به نام بطن راست و بطن چپ خب گفتیم که در هیچ جایی از قلب ما نباید به طور غیر عادی این چهار فضا به یکدیگر راه داشته باشد در ما بین از اینا یعنی در بین دهلیز راست و بطن راست و دهلیز چپ و بطن چپ دریچه ای وجود داره که خون از بالا به سمت پایین پم میکنه قبل از اینکه محل دریچه ای ها رو ما بگم جلسه گذشته گفتیم قلب در سمت چپ خون روشن داره و در سمت راست خون تیره داره یعنی در سمت چپ قلب ما و شما خون پر از اکسیژن هست و در سمت راست خون کاربون دایوکساید دارد خب یک دریچه سپله در ای در این قسمت قرار دارد یعنی در بین دهلیز راست و دهلی بطن راست این یک دریچه سپله ای و یک دریچه دو پله ای در سمت چپ قلب قرار داره این دو پله داره خب کار از این دریچه ها چی هسته؟ کار از این دریچه ها این هست که خونه از دهلیزها به داخل ها هدایت کنه قلب ما و شما به این صورت هست که از دهلیزها پر میشه خون میریزه به داخل بطنها و از بطنها خارج میشه یعنی جریان خون به این صورت هست که از قسمت بالا پر میشه و از قسمت پایین خون از قلب از ناحیه بطنها خارج میشه خب کار از این دوتا دریچه های سپلهی و دریچه دوپلهی چی هسته؟ زمانی که خون به دوتا دهلیز ریخته شد در سمت راست خون تیره و در سمت چپ خون روشن هست وقتی که این قلب منقبض میشه انقباز دهلیزها باعث میشه که دریچه های سپلهی و دوپلهی باز شوه و خون از دهلیزها به داخل ها بیاید پس تخلیه شدن دهلیزها به وسیله دریچه های سپلهی و دریچه های دوپلهی هست اما به صورت ارزی یا به صورت افقی ما هیچ راهی را نداریم این دیوار وسط دهلیز ها هست که باید کاملا بسته باشه خب دو دریچه دیگه هم داریم این دو تا دریچه در کجا هست در ابتدای رگه های خارج شونده از بطن ها هستند یک رت یک دونه شریان از بطن چپ خارج میشه که به ای شریان ابهر شریان ابهر یا آورت گفته میشه نامای علمی از اینا رو باید خوب یاد بگیریم پس شریانی که از سمت بطن چپ قلب خارج میشه شریان ابهر یا آورت نام داره که در ابتدای ای شریان هم ما یک دریچه داریم که به نام دریچه شریان ابهری یاد میشه دریچه شریان ابهری این دریچه به نام میترال هم یاد میشه به نام میترال خب در سمت راست هم ما دریچه ای داریم شریان ریوی در سمت راست قلب هست ای چی نام داره؟ شریان ریوی در ابتدای این شریان ریوی هم ما ای داریم به عنوان دریچه شریان ریوی چون در ابتدای شریان ریوی هست دریچه شریان ریوی نام دارد این دریچه در ابتدای شریان ابهر است دریچه شریان ابهری یا نام دیگری هم داشت به نام میترال هست شاگردای خوب به خاطر دارید که به شما گفتیم تمام شریانهای بدن به جز شریان ریوی خون روشن داشت ایرا شما در درس گذشته یاد گرفتیم حالا امروز دلیلش میفهمین چون در سمت راست خون تیره داریم این خون تیره هست که در داخل شریان ریوی جریان داشت ای استثناء هست خب چهار تا دریچه در قلب ما و شما قرار داره گفتیم که ای دوتا دریچه در ابتدای شریان ها هست اما این چه کاری را انجام میده برمیگردیم به اسلاید ها موقعیت شریان ها را ببینیم. بی در اونجا به شما خواهیم گفت که هر کدام از این شریان ها چه اهمیتی داره خب شاگردای خوب, خوب. ما از تصویری از دریچه های قلب در اسلاید برای شما نشان میدم دریچه های قلب تصویر می دریچه سپلهی در بین دهلیز راست و بطن راست. این بسیار بسیار نکات مهم است. پس فراموش نکنید سپلهی در سمت دهلیز راست و بطن راست است. و دریچه دو پلهی در سمت چپ هست یعنی در دهلیز چپ و مابین بطن چپ قرار دارد بین بطن راست و شریان ریوی دریچه شریان ریوی قرار دارد و بین بطن چپ و شریان ابهر یا آورد دریچه شریان ابهری قرار دارد خب حالا در تصویر شما میبینین دو تا دریچه بزرگ میبینین این دو تا دریچه بزرگ یکی دو پله هست و یکی سه پله ای هست که سه پله را تریکوسپیت هم میگن دریچه سپلهی در سمت راست و دریچه میترال یا دوپلهی در سمت چپ قلب قرار دارد خب دو تا دریچه دیگه هم کوچکتر یکی دریچه آورت هست و یکی دریچه ریوی هست این دو تا دریچه ها در ابتدای شریان ها هست که همون شریان هایی هست که از بطن چپ قلب خارج میشه اما این تصویر از بالا گرفته شده یعنی شما از بالای قلب را به طور ارزی برش دادن و از بالا به این دریچه ای ها نگاه میکنیم و فقط ما خود دریچه ها را میبینیم خب شاگردای خوب ما شما با یک نوع شریان دیگر هم آشنا میشین ما و شما گفتیم که تمام حجرات بدن باید انرژی مورد نیاز خود او حجره تأمین بکنه خب حالا حجراتی که در عضلات قلب یعنی ساختمان خود قلب در اولین جلسه از این سیستم گردش مواد گفتیم که ساختار قلب عضلاتیه یعنی عضله قلبی ما و شما انرژی نیاز داره اکسیژن نیاز داره انرژی و اکسیژن مورد نیاز خود هم باید تامین کنه و انرژی و اکسیژن مورد نیاز به تمام حجرات بدن هم که از طریق خون تأمین میشد. حالا خود قلب هم چگونه ای کار انجام میده؟ میخوانیم ما یک شریانی داریم به نام شریان کرونری یا شریان اکلیلی قلب. حالا بخوانیم اینا چی هسته؟ قلب خون را به تمام حجرات بدن میرساند. حجرات قلب خون مورد نیاز خود را از شریان اکلیلی یا کورونری دریافت میکنه در این تصویر میبینین روی خود قلب هم ما رگهایی را میبینیم که در کنار از این رگها بافت ذخیره انساج چربی هم وجود داره یعنی از داخل قلب یک شاخه ای از رگها که جدا شده به دور خودش میپیچه و به یک شاخه های دیگه به اندام های دیگه خون میرسانه اما این شریانی که از خود قلب که خارج شد شاخه شاخه شد و دور خود قلب میپیچه کرونری یا اکلیلی نام داره که به وضوح در تصویر میبینین شریان اکلیلی شاخه ای از شریان ابهر یا اورت هست همینجا ما برای شما بگم شاگردای خوب این شریانی ای را که در این بالا میبینین که سه شاخه شده خود از این شریان شریان ابهری است این شریان ابهر یا اورت سه شاخه میشه یک شاخش میره به اندام بالا به اجزای مغز و چشم و گوش و اجزای بالاتنه ما و شما به اصطلاح خون رسانی میکنه یک شاخه از او که میشه شاخه اکلیلی یا کرونری به دور خود قلب میپیچه و یک شاخه دیگه به اندامهای بخش پایینی بدن خون رسانی میکنه پس آورتی سه شاخه شد یک شاخه به ساختارها و اندامهای بالا به مغز و یک شاخه به دور خود قلب و یک شاخه دیگه به سر تا سر اعضای بدن ما و شما خون میبره از قلب توسط خون شریان کرونری اکسیژن دریافت و کاربون دایوکساید را از طریق ورید اکلیلی به دهلیز راست قلب منتقل میکنه تمام اندام بدن ما و شما حتی خود قلب مغز و تمام اجزای بدن ما و شما شریان که خون روشن و اکسیژن را رسان ورید همو عضو کاربون دایوکساید یا به اصطلاح خون تیره را جمع آوری میکنه و میریزه به دهلیز راست خب دهلیز راست پس فامیدیم خون دهلیز راست از اندام های بدن پر میشه توسط دریچه سپلهی ریخته میشه به داخل بطن راست اما از بتن راست کجا میره حالا پیشتر میبینیم که به کجا خواهد رفت مکانیزم فعالیت قلب خون خارج شده از اندام ها به دهلیز راست میریزه این یک سوال بسیار مهم و نکته جالب با هر ضربه قلب دهلیز ها منقبض میشه همینجا برای شما شاگردای خوب بگم یک چیز را فراموش نکنید هر دو دهلیز با هم منقبض میشه و هر دو بطن با هم یعنی زمانی که دهلیزها منقبض هستند بطنها در استراحتن و زمانی که بطنها منقبض میشن دهلیزها در استراحت هستن خب با هر ضربه قلب دهلیزها منقبض شده دریچه های دو پلهی و سه پلهی باز و خون وارد بطن میشه یعنی دهلیزها خالی میشن بعد از پر شدن بطنها و انقباز آنها دریچه دو پله ای و سه پله ای بسته میشه شاگردا دقت کنید اگر دریچه دو پله ای و سه پله ای بسته نشه زمانی که بتنها منقبض میشه خون پس به داخل دهلیز ها میره خون نباید به داخل دهلیز ها بره بلکه خون باید وارد شریان ها شود پس چه اتفاقی افتاد در ابتدا دهلیز ها که پر شد دهلیز ها که منقبض شدن دریچه های و سه باز میشه خون میریزه به داخل بطن و زمانی که بطن ها منقبض میشه همون دو تا دریچه دو ای و سه پله بسته میشه و دریچه های ابتدای شریان ها باز و خون به داخل شریان ها میره دریچه های شریان ابهر و شریان ریوی باز و خون از بطن چپ و راست خارج میشود بعد از پم شدن خون داخل شریان ها دریچه های ابهر و شریان ریوی بسته میشه تا مانع برگشت خون به بطنها شود پس حالا ما و شما فهمیدیم که دریچه های شریان ابهری و دریچه های شریان ریوی بسیار مهمه چرا زمانی که بطن منقبض میشه و خون به داخل شریان ها میفرسته بلافاصله باید بسته شه چون اگر بسته نشه خون پس به داخل دهلیز به داخل بطنها برمیگرده خب شاگردای خوب شاید پیش آمده باشه که بالاخره ما و شما در طول زندگی خود سرما خوردیم یا بیماریان فلانزا یا هر امراض دیگه ای رو گرفته باشیم و زمانی که پیش دکتر صاحبای محترم رفتیم گوشی پزشکی رو که در گوش خود میذارن گوش میکنن صدای قلب ما و شما را هم از قسمت جلو و هم از قسمت پشت اما اونا چی رو گوش میکنن؟ صداهای قلب. مگه صداهای قلب از کجا به وجود می و از روی صداهای قلب اونا چه چی، چیزایی را میفهمه؟ ما برای شما می گیم که صداهای قلب بسیار بسیار مهم هست و در زمانی که دکتر صاحبا صداهای قلب گوش می به ما و شما میگه نفس بکشید ما و شما هرگز نباید صحبت کنیم چرا که اونا باید صداهای قلب به خوبی بشنوند خب قبل از این که هم به با پای تختر بریم و مسیر رگها و حرکت خون نشان بدیم در تصویری که ما و شما اینجا داریم یک قلبی را به صورت طولی یعنی از بالا به پایین برش زده شده که در تصویر بسیار شما خیلی واضح و قشنگ شما میبینید این دو قسمت بطن ها را در پایین و دهلیز ها را در بالا ما و شما در پای تخته قلب به چهار قسمت مساوی تقسیم میکنیم اما در حقیقت قلب از نظر اندازه بطنها بزرگتر هست نسبت به دهلیزها دلیلش شمی هست که نیرو را با قلب باید نیروی بیشتری را وارد کنه تا خون را به داخل شریان ها هدایت کنه و تا نوک انگشت ها و تا پوست یا جلد سر ما و شما خون باید برسانه پس نیروی زیادی برای پم کردن لازم داره و این نیرو را از انقباز عضلات خود به دست میاره پس نوک قلب در ما و شما همو بطنها هسته خب باز میبینین که این دریچه ای ها را هم در تصویر برای شما مشخص کرده و یک رشته هایی که این دریچه ای ها را به ازولات قلب هم وست میکنه ایشالله در سنفای ده و یازده زمانی که این جریان انقبازی را از نظر سیستم عصبی یا دماغی یا مغزی میخوانید اونجی باز ساختار بهتری را از قلب مشاهده میکنید اما در تصویر دیگر ما مسیر گردش خون هست که ما هم به پای تخته میریم تا این مسیر گردش خون برای شما خوب نشان بدیم که از کجای قلب خون خارج میشه به کجا میره و پس دوباره به کجا میریزه خب شاگردای خوب فراموش نکنیم که پستانداران گروهی از حیوانات هستند که دارای قلب چهار ای هستند ما گروه دیگه از موجودات مثل ماهی ها را هم داریم که قلب اونها دو حفره دارن یعنی اینطوری نیست که تمام موجودات زنده قلب چهار حفره ای داشته باشن نه بستگی به ساختار اون موجود زنده داره خب شاگردای خوب مسیر گردش خون یا گردش مواد در قلب را باید خوب دقت کنید ما دو نوع گردش مواد داریم انواع گردش مواد یا خون یک گردش بزرگ هست و دو گردش کوچک که به نام جریان کوچک و جریان بزرگ هم یاد میشه خب مجددا یک قلب میکشیم حالا دو تا دهلیز بالا و بطن سمت چپ قلب خونه روشن و در سمت راست قلب خونه تیره را داریم خب این هم دریچه سه ای و دریچه دو ای شریانه هایی که از ها خارج میشه در دا داخل این شریان خون روشن و در دا داخل این شریان خون تیره را داریم چون استثناء بود این شریان ابهر بود شریان ابهر و این شریان ریوی خب دقت کنین شاگردای خوب شریان ریوی همونجور که از نامش معلوم هست به ریه میره یا به ششها میره ما گفتیم که خون از اندام های مختلف ما و شما به وسیله ورید و داخل دهلیز راست میریزه خب این شریان ریوی یا شریان که از بطن راست خارج میشه میره به شش ها حالا من اینجا برای شما ها را کوچیک نشان میدیم این شریان خون تیره داره دیگه باید برای مبادله به داخل ششها یا ریا ها بره کاربون دای ها رو با خود ببره و داخل ریا ها این خون کاربون دایوکساید داره و دور شریان حلقه می که استثناء هست فراموش نکنید خب از این طرف که این خون در دا داخل ریه یا به داخل شش های ما و شما رسید کاربون دای اکساید به محیط میده و به جای از اکسیژن میگیره و این شریانی که خارج میشه ورید ریوی نام داره و به دهلیز چپ میریزه چون ای شریان ریوی هست ای هم ورید ریوی ما گفتیم تمام وریدهای بدن خون تیره داره بجز ورید ریوی حالا امروز فهمیدیم که چرا ای ورید خون روشن داشت به خاطر از ای که از ریه ها خارج شده بود ای مسیر کوچک یا گردش کوچک خونه نشان میده از بطن راست خارج شد به ششها یا ریه ها رفت اینجا ششها را می نویسیم و ورید ریوی از ششها خارج و به دهلیز چپ خون اکسیژن داره ریخت مسیر کوتاه است اما شریان ابهر ببینیم شریان ابهر چی میشه این شریان ابهر که از سمت چپ قلب خارج میشه دریچه های از اینا رو هم اولش میکشیم به سر تا سر اندام های بدن میره اول که این سه شاخه میشه گفتیم یک شاخش به مغز یکی به دور خود قلب و یک شاخه شریان میا به همه اندام های بدن اندام های بدن و از اندام های بدن وریدها خارج میشه. اینا خون اکسیژندار داره داره میاره ببینید از بالا که اکسیژن ریخت اکسیژنا خون اکسیژندار دار توسط دریچه سپله ای به دهلیز به داخل بطن چپ ریخته میشه از طریق این دریچه ها وارد به همه اندام های بدن میره از این طرف کاربون دی ها جمع آوری میشه CO2 او کاربون دی اکساید این کاربون دی ها جمع میشه همه و میره به کجا میرزه به دهلیز راست میرزه چون این یک مسیر طولانی را طی میکنه ما به نام گردش بزرگ یاد میکنیم بسیار بسیار مهم است مسیر گردش کوچک و گردش بزرگ یک کوچولو برای شما یک قلب بالا میکشم یک راهی را به قول یک چیز رمزی را برای شما شاگردای خوب یاد بدم که دیگه هرگز را فراموش نکنید یک فلش بیارید از اینجا به اینجا بزنید و یک فلش دیگر از بطن چپ با یک رنگ دیگر برای شما میکشم به دهلیز راست این مسیره این نباید فراموش بکنید که خونی که از بطن چپ خارج شد به اندام ها میره و به دهلیز راست میریزه یعنی برعکس بطن چپ مبدا و دهلیز راست مقصده بطن راست مبدع و دهلیز چپ مقصد هست شریان ها و وریز ها در ریوی برعکس هم استثناء هستن و خون تیره و روشن هم در تصویر برای شما نشان دادیم خب شاگردای خوب اما صداهای قلب از کجا تولید میشه؟ صداهای قلب مربوط به همین دریچه ها هست یعنی باز و بسته شدن دریچه های سپلهی دوپلهی و دریچه هایی که در ابتدای شهریان ها قرار داره خب شاگردای خوب ما صدای اول قلب اگر یک زمانی یک گوشی به دست شما افتاد از این گوشی های پزشکی به گوش خود اگه بزنید و گوشی را به روی قلب خودتان بذارید یک دو تا صدا میشنوید صدای اول یک صدای کشیده و محکم هست یک صدای بم هست به اصطلاح طلاب طلوب یک صدای به این صورت است صدای اول که قوی و صدای کشیده هست مربوط به کدام یک از دریچه هاست و صدای دوم که نازک است مربوط به کدامه حالا ما در تصویر شما در این اسلایدی ای ای رو میخوانیم صدای اول قلب بسته شدن دریچه های دو پلهی و سه در بین دهلیزه ها و بطنه های قلب است که بر اثر فشار خون هست خب خون از داخل دهلیزها به داخل بطنه ها ریخته شده زمانی که از داخل بطن ها خون پم میشه او دو تا در محکم بسته میشه گفتیم که در نوک قلب بطن ما و شما از های داره یعنی زخامت بطن بسیار بیشتر بود نیروی زیادی رو گفتیم وارد میکنه تا خون به داخل شریان ها هدایت کنه همون نیرو در ها را محکم میبنده این صدای اول قلبه این در ای ها باید بسته بشه تا خون به داخل دهلیزها صدای دوم قلب مربوط به بسته شدن دریچه شریان ابهری و دریچه شریان ریوی است که در ابتدای شریانهای خارج شونده از قلب است که مانع برگشت خون به داخل بطن میشه پس صدای اول سوال کنکور بوده صدای اول مربوط به بسته شدن دریچه های دولت دول و سه و صدای دوم مربوط به بسته شدن دریچه که در ابتدای شریان ها قرار داره اگر در تصویرم دقت کنید میبینید که این دو تا دریچه برعکس همان زمانی که دریچه های شریان ها بسته باشند دریچه های بین دهلیز و بطن بازن و زمانی که این دریچه ها ای تصویر واضحتر می میبینید زمانی که ای دو تا دریچه هایی که در بین دهلیزها و بطن ها قرار داره باز باشه او دریچه های ابتدای شریان ها بسته هست یعنی هرگز هرگز همزمان چهار دریچه با هم باز یا بسته نمیشن خب شاگردای خوب زمانی که ما صداهای قلب گوش میکنیم یعنی ما که نه البته دکتر صاحبای محترم سفلهایی را اگر بشنوند یعنی اگر در بعد از بسته شدن دریچه ها یک صداهایی را مثل صدای شرشر شرشور یک جریانی بشنون اینا جز چیزهای غیرادیه و حتما او شخص هدایت میکنه که یک نوار قلب یا یک ایکیجی از قلب خودش تهیه بکنه خب امیدوارم که از درس امروز لذت برده باشید این چند جلسه ما و شما درس های بسیار بسیار مهم میره داره و که شما باید خوب نکته به نکته و خط به خط کتاب یاد بگیرید تا جلسه بعدی که انشاءالله درستان به خوبی میخوانید همه شما عزیزان به خدای بزرگو مهربان میسپارم خدایا رو نگهدار شما